تو دیو... روحام تو دیوونه شدی تو این سن. آخه آخه کی تو این سن باردار میشه؟ تو چشمای من نگاه کن، برو به مامانت بگو تمومش کنه. من هیچی نمیفهمم. تو مامان منو میشناسی؟ میدونی چه واکنشی نشون میده؟ به سختی ما به هم رسیدیم. بگو بگو تمومش کنه. این ممکن نیست روحام. این بزرگترین خوشحالی مامان و باباست. اونا دارن صاحب پسر میشن. آخه دخترها هیچ وقت نمیتونن جای پسرها رو بگیرن. اونا نمیتونن تمام عمر پیش خانواده باشن. بزرگترین اتفاق زندگیشون پسر داشتنه. اونا که برنده میشن، ولی من باختمونا جلوی چشمم میبینم. که این میشد مامان، حرف داداش روحام هم اشتباه نیست. اون وصلتو به هم میزنه. حالا ببین، اونم به خاطر شما. این چیزا رو من میدونم، اما این خانوم، این دیوون است. همینجوری قنباد میگیره و میمیره. به خاطر من این اتفاقا میفته؟ پس باشه، من خودمو از بین میبرم. نه من میمونم، نه شما رو ناراحت میکنم. بعدش هم شما دوتا خوش و خورم بریم با هم زندگی کنیم. خودم رو خلاص میکنم. چی کار میکنی شکفته؟ دیوونه شدی؟ شما دوتا حرفامو با دقت بشنوید. اگه شما دوتا به مامانتون بی احترامی کردین یا اینکه ناراحتش کردین، دستشو میگیرم و با خودم میبرم. من تو این خونه آرامش میخوام و همینطور سلامتی مادرتون رو میخوام. وگرنه فکر کنین باباتون مرده. دخترم چتون شده ابرار؟ این وضعیتم عادیه، توی دوره حساس میشم، اما شما که باید خودتونو کنترل کنی. من چجوری خودمو کنترل کنم؟ این دخترها به فکر هیچی نیستن، فقط به فکر ازدواجشونن. زنداداش بطولو که خوب میشناسی، اون اگه چیزی بفهمه. کیه زنداداش بطول؟ زنداداش بطول رو انداختین. مگه اون کیه؟ نکنه خداست؟ مگه زنداداش بطول بفهمه چی میشه؟ وصلتو به هم میزنه؟ خب به هم بزنه. مگه تو دنیا دیگه خواستگار نیست؟ به هر شکلی که شده من این بچه رو زنده ازت میخوام، هر طور که شده میخوام.